مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن. قل ایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. آیه 32 سوره مبارکه نور به ما دستور میدهد که تمام گروه های جامعه، مخصوصا بزرگترهای جامعه، بسیج بشوند، به ویژه متأهلین و عزیزانی رو که دارای همسر نیستند را برایشان همسری انتخاب کنند و در این زمینه کمک کنند به اینها، به این گروه ها، به این خانم ها، به این آقایون، به این دخترها، به این پسرها، به این جوانها برای ازدواجشون، چه خانم ها، چه آقایون، چه اونها هم که یک بار ازدواج کردند بعدش دیگه ازدواج نکردند، به اونها هم آیه شریفه میفرماید کمک بکنند، گروه های دیگه جامعه، که اینها هم همسرانی شایسته نصیبشون بشه و دارای همسران شایسته باشن که از معصیت و نافرمانی و گناه پروردگار به دور باشن. در این زمینه آمدیم صحبت‌های زیادی کردیم، مخصوصاً در باب ازدواج دائم، مراحل ازدواج دائم رو خدمت عزیزان عرض کردیم در جلسه گذشته، پیرامون شناخت و مهم بودن شناخت و معرفت قبل از ازدواج یک صحبت نیمه تفصیلی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و گفتیم برای شناخت مسئله تحقیق خیلی مهم هست. تحقیقم بر دو نوع هست، مستقیم و غیر مستقیم. بعد عرض کردیم که در تحقیقات مستقیم و غیر مستقیم سوالاتی باید از پیش طراحی بشود و این تحقیقات میتواند محلی باشد، در محل کار و محل تحصیل و اطراف منزل، اطراف محل کار و امثال اینها. تحقیقات از افراد میتونه باشه. عرض به حضورتون که در جلسه حضوری میتونه با خود خانومی که میخوان باشون ازدواج کنن یا آقایی که میخواد برای خواستگاری اومده میخواد همسری برگزینه، هر دو طرف، یعنی طرفین که ما حالا بهشون میگیم عروس و داماد، این دوتا میتوانن از همدیگه سوالاتی رو مطرح کنن و پاسخهاش رو بنویسن حتما و بعد این پاسخها رو آنالیز بکنن به قول امروزی ها، یعنی اینکه اینها رو تحلیل بکنن روش، بعدن بیارن معدلگیری بکنن. در واقع در این زمینه صحبت کرد. این تقریبا یک دقیقه خلاصه اون چرا بود که ما خدمت شما عرض کردیم. یک مسئله ای رو اینجا تذکر میدهیم و بعد میریم سراغ این که در این تحقیقات به حد اقل بسنده نشود. چرا؟ جوابش رو عرض خواهیم کرد. اون تذکر اینه که ممکنه که جلسات خواستگاری یک وقت هستش که یک جلسه خواستگاری میشه کار تمام میشه، یعنی در یک جلسه اینها فامیلن یا همشهری هستن یا همدیگر رو دوتا همسایه هستن که از فامیل و برادر و خواهر به هم نزدیکترن، میان یک جلسه خواستگاری میکنن و تمام میشه. یه وقت ممکنه که هرچی ناشناخته تر باشن جلسات خواستگاری بیشتر طول بکشه، به دو جلسه یا سه جلسه یا چهار جلسه بکشه. هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. نباید در این زمینه خانوم ها یا آقایون، خانواده ها حساسیت بیجا نشون بدن، بلکه این کار مطلوب و ممدوح هم هست. در جلسات خواستگاری هم که بحثش رو در جلسه گذشته ما شروع کردیم و صحبت‌های پیرامونش کردیم، یادمون باید باشه که خیلی از خانواده ها وقتی در مرحله خواستگاری قرار میگیرن، یعنی رسم بر اینه و درست هم همینه، قبلا عرض کردیم، خانواده داماد به خواستگاری خانواده عروس میروند، یعنی اینکه داماد در واقع میخواد که از عروس خواستگاری بکنه. دیده شده مجالس خواستگاری که برپا میشه یک ساعتی داره، مثلا میگن دو ساعت، یک ساعت، هرچی هست یک ساعت و نیم تشریف بیارید اینجا مثلا برای خواستگاری.
در اون یک ساعت یا دو ساعتی که اونجا خواستگاری صورت میگیره یه وقتایی دیده شده همه حرفی زده میشود جز اون حرفی که باید زده بشه. یعنی مثلا میان تو اون دو ساعت میشینن شروع میکنن راجع به یارانه ها صحبت میکنن، راجع به دولت صحبت میکنن، راجع به مجمع تشخیص مصلحت صحبت میکنن، راجع به عرض بخواهم موشک هایی که ایرانی ها ساختن که اینها یا به اسرائیل میرسه یا نمیرسه صحبت میکنن. حالا اون بنده خدا عرض به خدمت اون آقا داماد اونجا نشسته دلش داره همش طلب و طلوب میکنه که آقا راجب همه چی داره صحبت میشه، موشک های دور برد، صنایع هوایی، صنایع دریایی، عرض به خدمت راجب ماهی هایی که در عمق 3000 متری اقیانوس اطلس هستن، غیر از این که راجب اون برنامه که ما داریم که آقا اومدیم از این خانواده خواستگاری بکنیم، میخوایم همسر آیندمون رو پیدا بکنیم، راجب این صحبت نمیشه. این یکی از معضلات بعضی از جلسات خواستگاریه که این خیلی بده. ما یکی از چیزهایی که توی زندگیمون رعایت نمی کنیم اتفاقا همینه. یک بنده خدایی به من رجوع کرده بود میگفتش که سوالی از شما داشتم که من در نماز حواسم نیست. گفتم شما عواملی رو در نماز باید رعایت بکنی، یکی از اون عوامل اینه که همین گونه که برای نهار خوردنت و شام خوردنت وقتی میگذاری، مثلا میگی آقا من ساعت 2 وقت نهارمه، 2 بعد از ظهر، ساعت 10 شبم مثلا وقت شامم هست، چقدر شام خوردنم و نهار خوردنم طول میکشه، 20 دقیقه 25 دقیقه تو اون وقت نهار یا شام یا صبحانه هرچی هست من فقط نهار بخورم، شام بخورم یا صبحانه بخورم، کار دیگه انجام ندم. میگن نهار یا شبانه، نهار یا صبحانه یا شامت از دهان میفته. یعنی چی؟ یعنی که آقا فقط الان بپرداز به این. ما وقتی که میایم توی نماز برای نماز وقت نمیگذاریم، نمیگیم قبلش 5 دقیقه فقط نماز ظهر، 5 دقیقه فقط نماز عصر. ما تو نماز ظهرمون موبایل هم با خودمون میاریم. اگه برای نماز وقت گذاشتی موبایل تو برای چی با خودت آوردی؟ و اگر آوردی چرا خاموشش نکردی؟ چرا به فکرهای دیگه داری چی میکنی؟ تو 5 دقیقه برای نماز ظهر فقط وقت گذاشتی. اگه عرضه نداری 5 دقیقه برای نماز ظهر وقت بگذاری، چرا اسلام رو اصلا پذیرفتی؟ این چه اسلامیه که تو داری؟ همینجور برای خواستگاری ما میخوام بگیم جلسه ای میخوام بریم فقط راجع به فلان چیز صحبت بکنیم. حالا مهم اینجاست که توی تکایا و حسینیه های ما، مساجد ما، برای عزاداری هام همینه. مثلا همه ای ما سیاپوش میشیم میگیم کجا میریم؟ میگیم من میام مجلس روزه. اما واقعا روزه نمیره، میره تو مجلس روزه شروع میکنه راجع به چیزهای دیگه ای صحبت کردن و چیزهای دیگه ای رو شنیدن. اگر این مجلس محرمه، مثلا ماه صفره، باید فقط راجع به امام حسین صحبت بشه، فقط باید راجع به امام حسین وقت گذاشت، صحبت کرد، صحبت شنید، نه راجع به چیزهای دیگه. دیگه وقت خندیدن و شوخی کردن و بزلگویی نیست. خواستگاری هم همینه. ما میگیم آقا یک وقتی ما بگذاریم فقط برای خواستگاری. تو این وقت خواستگاری باید چیکار کنیم؟ باید یک یادداشتی همراه باشه، یه خودکاری هم همراه باشه، بریم اونجا از قبل برنامه ریزی داشته باشیم. امروز آقا شما چه کاره هستی؟ امروز بنده عروس یا دامادم، بنده امروز خواستگاری دارم، یک برنامه برای خواستگاریم چیندم، میخوام برام اونجا سوالاتی مطرح کنم که حالا عرض میکنیم چی هست. اینو ما نداریم، خیلی جاها ما نداریم این مطلبو، تو عبادتمون نداریم، توی عرض به خدمتتون که مسئله شغلمون نداریم، توی مسئله خانوادهمون و تربیت فرزندمون و همسرمون نداریم، اداره کردن خانوادهمون هم همچیزی نداریم، توی جاهای دیگه هم به همین صورت. ولذا خیلی از وقتها هستش که ما خیلی چیزها رو به منزله تکرار به مذاقمون هم حتی میاد. چرا؟ برای که برنامه‌ای براش ما نداریم. چون برنامه‌ای نداریم خیال میکنیم هر چی که تو فکر ما هست تو این مجلس باید همونی که تو فکر ما هست برای ما بگن. این نمیشه اینجوری. شما باید برنامه برای کار خودت داشته باشی. این مجلس خواستگاریه. چرا تو این مجلس نیومدن همه از من تعریف بکنن؟ همه چرا جلو پای من بلند نشدن؟ کسی نیومده تو این مجلس جلو پای شما بلند بشه یا از شما کسی تعریفات همچین بکنه یا راجع به منصب ما کسی صحبت نکرد که من معاون وزیر هستم یا رئیس نمیدونم مثلا ستاد فلان. آقا اصلا تو این مجلس برای این کار تشکیل نشده بود، این مجلس خواستگاری بوده. 2 نفر جوان اومدن تو این مجلس میشن با هم صحبت بکنن. خب
قبل از اینکه من این رو وارد بحثش بشم، دو تا حدیث مهم براتون میخونم که ببینید اسلام چقدر به مسئله شناخت و تحقیق و بررسی کردن اهمیت داده و ما چرا سراغ این برنامه ها نمی رویم. چرا نمی رویم؟ چرا میگیم خسته هستیم اینا تکراره، نمیدونم فلانه، که تلویزیون ما وقتی میخواد یک حدیثی رو پخش کنه انقدر به گوینده میگه حاج آقا، استاد، دکتر، وقت نداریم. یه دقیقه دیگه اتاق فرمان ما بیشتر میگم وقت نداریم. اما برای تحلیل فلان فیلم ژاپنی طرف سه نفر نشستن اونجا، بهترین ساعت و وقت تلویزیون هم براش گذاشتن، یک ساعت، یه وقت مینی قبلا که یک ساعت و نیم بود، حالا نیم ساعتشو زدن، یک ساعت نشستن تحلیل فیلم ژاپنی رو میکنن. میگه بله این قسمت بیمنده ها دیدن که این دارن میدویدن اینها اینجا، و اگر دقت بکنیم علت دویدن اینها رو ما باید ببینیم که چی هست. بعد اون یکی هم چی میکنه؟ بله علت دویدنشون که ما میبینیم که اینها میرن به سوی توالت و اینها معلوم میشه که علت دویدنشون مثلا این بوده که دلپیچه گرفتن، مثلا فلان غذا رو خوردن. خب اینا چه تحلیلی است که ما تو تلویزیون با این وقتی که میخوایم حدیث امام صادق رو بخونیم دائما به گوینده داریم میگه آقا اتاق فرمان با میگه یک دقیقه بیشتر وقت نیست. خب این چرت و پرتا به چیه که داریم اینجا پخش میکنیم؟ خب به جاش بذاریم خب همین حدیث امام صادق رو سه دقیقه وقت بدیم یک کسی که وارد بشه برای ما توضیح بده، برای جوان توضیح بده. این همه کلاه سر افراد تو این جامعه نره. سر ازدواج ها چقدر افراد سر ازدواج ها بیدین میشن، چقدر خانوم ها بیدین میشن، چقدر آقایون بیدین میشن. چطوری؟ به این سبک میره طرف برای خواستگاری، میبینه طرف مثلا یک ظاهر درستی داره، رفته تحقیق هم کرده، دو سه جام تحقیق کرده، گفتن آقا ایشون تو مسجد صف اول نماز هم هست، بچه بهش معلم قرآن هم اصلا هست. حالا ببینید حدیث رو دقت بکنید، ببینید چقدر زیباست حدیث. بعد این طرف میاد میره اینو به دامادی انتخاب میکنه، میگه آقا دیگه معلم قرآن حرفشو نزن، بنده دیگه پذیرفتم. صرف معلم قرآن بودن آقای داماد آقای خوبی شد، دیگه خوش اخلاق شد، پولدار شد، خانواده دوست شد، بچه تربیت کن شد، همین که معلم قرآن شد اینا شد. اینا اشتباهه، اشتباهه. اون حدیث واقعا ببینید چقدر جالبه. نمیخوام الان اونو بیاریم اینجا تو این قضایه بخونیم که رب تال القرآن والقرآنو یلعنهو. چه زیادن افرادی که قرآن میخونن با قرآنم و قرآنم داره لعنتشون میکنه. صرف معلم و مدرس قرآن بودن، صرف صف اول جماعت ایستادن، اینها هیچ کدوم ملاک و معیار نیست. امام علی علیه السلام در میزان الحکمه گردیدن و پیدا کردن این احادیث یه وقتایی 10 ساعت زمان آدمو میگیره ها. صفحه 3393 حضرت میفرمایند که رفتار برادرت را به بهترین وجه آن حمل کن. برادر دینی خودت، خواهر دینی خودت، چون برادر از باب تقلیب اینجا آمده، به بهترین وجه آن حمل کن. خب یعنی هر کاری کردی اینا شما میگی که انشالله که این درسته. این مثلا امروز جواب سلام من نداد، شما میگی حضرت میفهم به بهترین وجه هم کن. یعنی همچنان بگو آقا مشغول بوده، از داخل گوشی داشته با موبایلش صحبت میکرده، حواسش برنه، یا تو فکر بود، تو عالم دیگری بود مثلا. خب به بهترین وجه رفتارشو هم کن. هیچ وقت چیزی که ازشی وقتی میبینی فلا اینا، اگرچه به مذاق تو هم خوش نمیاد، ظاهر هم نشون میده که مثلا این خواسته به تو حرف بدی بزنه، بی احترامی بکنه، فلا میکنه، همش تو به امر به صحت کن. تا زمانی که یک زمانی داره، نه همیشه، تا زمانی که کاری از او سر زند که راه توجیه را بر تو ببندد. تا وقتی که دیدی یک کاری از این سر زد که دیگه راه توجیه را بر تو بسته، تو نمیتونی دیگه امر به صحت بکنی. یک کاری عملی ازش سر زد که دیگه راه توجیه را به تو بست، یعنی راه امر به صحت کردن رو به تو بس. حالا داشته باشید. بعد حضرت میفهمد و هیچگاه به سخنی که از دهان برادرت یا خواهر دینیت بیرون میآید تا وقتی برای آن محمل خوبی میابی گمان بد مبر.
تا اونجا که میتونی به حرفای برادر یا خواهر دینیت هم گمان بد مبر. اول این برای چی این حدیث رو خوندیم؟ برای اینکه خیلی از ماها دهانبینیم. طرف آمده میگه حلال کنید، من غیبت شما رو میکردن، ما گوش کردیم حلال کنید. میگه موضوع غیبت چی بوده؟ میگه موضوع غیبت این بوده که گفتن به فلانی سلام کردن، فلانی جواب ما رو نداده، و فلانی ها تو فکر یا داشته با تلفن صحبت میزد یا فلان. اولین حدیث رو ما خوندیم که تا چقدر ائمه دارن سفارش میکنن که آقا گمان بد حق نداری به برادر یا خواهر دینیت ببری، همش باید حمله به خوبی بکنی، امر به صحت هم حتی بکنی، درست؟ این ور قضیه. یعنی ما مؤمن یعنی این که بین عرض به خدمتتون این که گمان بد بردن بین گمان خوب بردن، مطلق این طرف مطلق این طرف، بین این دوتا حرکت میکنه، این مؤمن نامؤمن است. حالا دقت بکن، حدیث بعدی هم تو همین صفحه میزان الحکمه، حضرت باز از حضرت امیر سلام الله علیه میفهمن هرگاه درستی، پس ببینید اول حدیث اول برای چی خوندیم، من دیگه توضیح ندم، هرگاه درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حکم فرما شد، هرگاه درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حکم فرما شد، اگر کسی به دیگری بی آنکه گناهی از او آشکار شود گمان بد ببرد ستم کرده است. اینی برای قضیه. شما یه زمانی میرفتی ژاپن، خود همین چین هم یه زمانی میرفتی، واقعا دروغ بلد نبودن بگن. خب ایران ایر یک حرکتی انجام داد که از اینجا یه پلی باشه به سمت ژاپن و چین و اینا، رفتن از ایران رفتن الحمدلله به اینا دروغ یاد دادن، فارسیش که چخان هستم یاد دادن، به چینی ها مستریش یاد دادن، تاجرای ایرانی رفتن یه سری سفارش های جنسی به چینی ها دادن، بازار رو ریختن به هم دیگه، جنس‌های آشغال وارد مملکت کردن. خب اینا رو که اجنه که نبودن، تاجرای خودمون آوردن دیگه. اونام حالا چینیام از ایرانی‌ها بعضن کلاهبردارتر شدن. ژاپنیام اینا تو چیزشون نبود. من یک کشور یه وقت رفته بودم، یک ساکی داشتم، یک جا گذاشته بودم، یه وقت یادم رفت بیارم، رفتم بعد از چند دقیقه مثلا 10 دقیقه دیگه گفتم ای ساک من کو به همراه هم کو، گفت ساک اونجا جا گذاشتیم در مثلا فلان مغازه جا گذاشتیم. رفتیم اونجا گفتم که ای داد الان بردن، گفت نه اینجا دوز نداره. برای من یه سه نامفهومی بود که مگه میشه توی کشوری دوز نداشته باشیم. گفت همونجا هست. ما رفتیم دیدیم بله مثلا همونجا هست، توی بیرون از مغازه هم هست، همونجا گذاشته اونجا. کسی گفتم آقا چطور این ساکو شما دست نزدید؟ گفت ما دست به مال مردم نمیزنیم، مالی که مال ما نیست دست نمیزنیم. فوقش دیگه اگه آخر شب بخواد ببندیم بریم ببینیم چیزی این وسط هست، سعی میزنیم به پلیس میگه آقا چیزی این وسط هست بیورده بود. اینو داشته باشید، این که حالا عرض میکنیم ما یاد دادیم یه سری چیزایی هم. یکی از تجار بر من تعریف میکرد که من در چین بودم، یه تاجر ایرانی آمده بود اونجا با یک کارخونه چینی که خودکار تولید میکرد داشت صحبت میکرد، تونتون میگیم که وقتمون کم هست، گفت به این کارخونه صاحب این کارخونه صحبت میکرد، مسئول فروش کارخونه صحبت میکرد، گفتش که آقا این خودکاری که من هر دفعه از تو بردم الان 100,000 تا بوده، حالا میخوام 50,000 تا تیراژش برم بالا، 150,000 تا دونه از این خودکار میخوام، مثلا شما اینو هر دفعه به ما یه تخفیف دادی، این دفعه هم یک تخفیف دیگه به ما بده حتما تا من ببرم. میگفت چینیه مسئول فروشش برگشت بهش گفت اشکالی نداره، این دفعه هم بهت تخفیف میدم، ولی این دفعه اگه بهت تخفیف دادم دیگه خودکارت نمی نویسه ها، یعنی هر دفعه ما از جوهرش برات کم کردیم راحت. این که عرض میکنیم ما یه چیزایی هم رفتیم یاد دادیم، خب خودمون کردیم که بازتاب این اعمال به خودمون داره برمیگرده. من تاجر رفتم جنس آشغال سفارش دادم، جنس آشغال اومد تو مملکتمون. ببینید حضرت میفهمد چقدر حدیث قشنگ. یه وقت مملکت ژاپن سابقه، شما میرفتی تو این کشور میگفتش که مثلا چرا از این مسیر اومدی، پلیس به یه فرد مثلا راننده ژاپنی گفت چرا از این مسیر اومدی، میگفت من از این مسیر میخواستم زودتر به محل کار برسم. میگه میدونستی اینجا مثلا یه طرف مثلا داری، میگه بله میدونستم یه طرف هست. میگه کار خطا کردی، میگه بله کار خطا کردم.
جریمه چقدر میشه، جریمه هم انقدر میشه فلان. یک حرکات اینجوری بود. حالا نمیخوام بگم هنوز این روش ادامه داره، میخوام بگم ماهام یه قاعده ای رو این ور اونور به هم زدیم. یه وقت جامعه ایست کسی به کسی دروغ نمیگه. دروغ یه چیز نامفهومی است تو جامعه. من میگم یعنی چی اینو، برای چی میگه این حرف؟ یه وقت جامعه یه چیزی که کسی پشت سر کسی حرف و حدیث در نمیاره، حرف نمیزنه، غیبت نمیکنه. دقت بکنی جامعه اینجوریه و امثال این بگی برو جور. کسی به کسی تهمت بیجا نمیزنه اینا. حضرت میفهمد تو همچین جامعه ای وقتی درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حکم فرما شد، اگه کسی به دیگری بیان که گناهی از او دیده باشه جمان بد هم ببره، ستم کرده، یعنی ظالمه. دقت کنیم. اما حالا یه جامعه ای میشه قاریان قرآن پشت سر استادشون غیبت میکنن، پشت سر معلم خودشون غیبت میکنن. شما توی همچین جامعه ای وقتی زندگی میکنی اوورت هم غیبت میکنن، نه یک بار نه دو بار، علنا تهمت به استاد خودشون معلم خودشون هم میزنن. مثال داریم عرض میکنیم تو حوزه علمیه، مثلا استاد طلبه ها رو چی کرد؟ طلبه از تو خود حجره مثلا میاد بیرون، پشت سر همین استاد دارن حرف میزنه. وقت میبینی که این تعمیم پیدا کرده، جامعه همچین جامعه ای شده. حالا ببینید حضرت میفهمد و هرگاه فساد و ناراستی، ناراستی یعنی دیگه درستی رفت کنار، جوهرها خودکارا داره کم میشه، تخفیف ها زیاد میشه، تاجر جنس آشغال سفارش میده، هر چی آشغال تره به هوای اینکه زودتر جنسش فروش بره سفارش میده میاره داخل کشور، تجار خراب شدن، علما اونجوری شدن، قاریان قرآن اینجوری شدن. یه جامعه اینجوری و هرگاه فساد و ناراستی بر روزگار و مردم آن چیره شد، اینجا خیلی حساس. اگر کسی به دیگری جمان نیک برد و خوشبین باشد فریب خورده است. حالا تو رفتی خواستگاری، میگه آقا آقا معلم قرآن، به به یه گریه هم میکنه، برادر شهید ایشون، به به آقا طرف رفته خودش شهید شده، به برادرش چه مربوط؟ به خواهر شهید چه مربوط؟ به معلم قرآن، معلم قرآن، معلم انقدر ما معلم قرآن تو کربلا داشتیم، انقدر تو جنگ صفین معلم قرآن داشتیم، انقدر در نهروان که من تحقیقات نسبتاً زیادی در مورد نهروانی ها کردم، جرأت نمی کنم بحث بذارم بحث بکنم، والله جرأت نمی کنم. یک تیکه فقط تو یک من جمله برای شما میگم، اگر راجع به نهروانی که من تحقیق کردم اینجا بخوام برای شما صحبت بکنم، یاد خودم باید وصیت نامه‌مو قبلش بنویسم یا فاتحه کلاس درس رو بخونم، چون دیگه کسی نخواهد اومد پای درس. اینقدر خطرناکه. یعنی صفات نهروانیان یک صفاتی است که امروزه در بعضی جاها به وضوح داره دیده میشه. حرف نهروانیان به گوش آدم میرسه. گرم این تحقیق میخواد. از کی به گوش؟ از همون کسی که انسان برایش زحمت کشیده، پرورشش داده، اینا عین همون حرف رو داره میزنه. یعنی عین همون حرف که میگیم نه مشابهش، عین همون حرف توی اون تاریخ، توی اون کتاب، از اون زمان نزدیکترین کتاب به نهروان نوشته شده برای ما نقل کرد. حالا ما با این دیدگاه میریم خواستگاری، میگه آقا طرف معلم قرآنه، میگه تا معلم قرآن شد، میگه آقا دیگه کجا هست فلان مؤسسه هستی شما، به 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 فلان استاد به شما درس ده، ما مخلص این استاد هستیم. آقا مخلص استاد هستی، به این چه کار داری تو؟ اینو باید خودت بری دنبالش تحقیق بکنی. صرف این که گفت من پیش فلان آیت الله، پیش استاد درس خوندم، فلان استاد درس خوندم، پیش نمیدونم آیت الله العظما بهاءالدینی درس خوندم، بهجت درس خوندم، گلپایگانی درس خوندم، حضرت امام درس خوندم، او رو خداوند با اعمال خودشون اون بزرگواران رو داخل بهش خواهند کرد، اینا هم که شاگردشون بوده، اینا با اعمال خودشون معلومی داخل بهش بشن، داخل جهنم بشن. آقا شما چیکاره هستین؟ من از ایشون، پدرشون از شاگردان خاص مقام معظم رهبری هستن. خب مقام معظم رهبری مدظل هلالی به شما چه مربوطه؟ شما مگه با مقام معظم رهبری میخوای بری وصلت بکنی؟ طرف شاگرد ایشون، شاگرد ایشون به ایشون چه ارتباطی داره؟ برای چی اینا رو قاطی پاتیش ما میکنیم؟ بعد یک نتیجه میگیریم، یک معدلی میگیریم، اون وقت وقتی که به ما جواب نداد از دین برمیگردیم.
از مقام معظم رهبری برمیگردیم، از حضرت امام برمیگردیم، از فلان مرجع برمیگردیم، از فلان عالم دینی برمیگردیم. اینها بده. حضرت میفرمایند هرگاه فساد و ناراستی بر روزگار و مردم آن چیره شد، اگه کسی به دیگری گمان نیک برد و خوشبین باشد فریب خورده است، خودشو بره مذمت بکنه و سرزنش بکنه، نه این که دیگری رو بگه دین اینجوریه. اصلا هر چی ما آدم نماز خون دیدیم همه آدمای کلاهبرداری بودن. همه چیکار داری؟ تو رفتی فرمایش حضرت رو گوش نکردی، تو باید میشستی تحقیق و بررسی تو میکردی، تو باید میشستی دقت میکردی. حالا حدیث از امام عسکری علیه السلام داریم، اونو دیگه نیوردم من، شما خودتون میتونید رجوع کنید. حضرت فرمود یه جای جامعه ای شده که همه دارن همدیگر رو میدرند، بعد تعبیر کرده حضرت به گرگ، همه شدن گرگ، همدیگر دارن میدرن، این سر اونو کلا میذاره، اون سر اونو کلا میذاره، اون سر اونو کلا. حضرت فرمود این عبارت کن زعبا، تو هم گرگ باش ولی ندر، تو هم گرگ باش ولی ندر، ندر دریدن رو بذار کنار. چرا گرگ باش؟ که اون گرگ های دیگه تو را پاره نکنند. اینا فرمایشات ائمه ماست. خب ما اینا رو گشتیم کنار، رفتیم دنبال حرفای مردم، رفتیم دنبال ظواهر، رفتیم دنبال مثلا محاسن و دنبال نمیدونم پیرهن فلان و دنبال نم لباس فلان و دنبال نم کجا ایشون داره درس میخونه و کجا داره فلان میکنه. خب اینها درست نیست، اینا ضربه میخوریم آخر سر. وقتی ضربه خوردیم وقت میایم پای دین، پای امام حسین، پای خدا، دیواری هم از اینها کوتاه‌تر نیست، از رو اون دیوار میپریم. این تا اینجا قضیه. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی اما در خواستگاری خیلی ها سوال میکنن، یعنی واقعا خیلی از دختر خانم ها نمیدونن چی باید بگن و خیلی از آقا پسر ها نمیدونن چی باید بگن. ما گفتیم یک نوشته حاضر میکنیم، یک قلمی برمیداریم، اونام که متأهلن باید این نوشته رو داشته باشن. اینجا من یک جمله معترضه ای عرض بکنم، ما نمیتونیم بگیم خدا انشالله برای هیچ خانواده ای نیاره که عزادار نشه. خب این تعارف بی خودیه، بالاخره هر خانواده عزادار میشه. شما دیدید این خانواده خوشن، یک آن مرگ نازل میشه، یک نفر رو میگیره مثل عقاب و هم داره میر. بعد اینا میان چون آقا هنو باید چیکار کرد؟ آقا جان قبلش این رساله عملیه است، این مفاتیح، یه کاغذ بردار بنویس، از اول مردن این طرف تا زمانی که تشییع میخواد بشه بره نمچکا بشه چه کار باید بکنی؟ اینو بنویس، از روش عمل کن، بالا سر قبل نشستی یکم چون کن این چیزم بگیر بزن تو سر میت، ثواب داره، اونو میگیره میزنه تو سر باباش، اون یکی اینا بپاش تو قبل ثواب داره، میپاشه کن این آبارم بپاش تو قبل ثواب داره، این پارچه‌رم بند کنار گوشش بذار، اون یکی میگه دماغشو فوت کن توش، اون یکی خب اون دنبال این حرف رفتن. تو عروسی هم همینجوره، تو عزا هم همینجوره. چرا؟ برای اینکه قبلش این نشسته که بگه آقا بالاخره مرگ سراغ ما خواهد اومد، بیشتر یه برنامه داشته باشیم، بنویسیم که چیکار باید بکن. اگه هر کم حفظه بگه آقا بسیار خوب شما هوا خود مردی این کارا رو بکن، من خودم برنامه دارم میدونم چیکار باید بکن. در خواستگاری هم یک همچین برنامه‌ایه، یعنی ما نمیدانیم چه کار باید بکنیم. فرمودن که در خواستگاری اون چی که از دل احادیث در میاد، ببین چقدر زیباست، یعنی ما راجع به همه اینا حدیث داریم و همش داره خاک میخوره، همش هم نگیم خیلیاش داره خاک میخوره و جای بسی تأسف واقعا هست. میفهمن در مجموع احادیث که ما حالا نمیخوایم همش رو بخونیم، میخوایم فقط جمع‌آوری کنیم، عرضه بکنیم، میگن در خواستگاری قلم و کاغذته که بردی تو مجلس خواستگاری، اونام که متأهل هستن دیگه ازشون این حرف گذشته، میگه شما یادداشت بکنید به جوانها بیاموزید یه نسخه بنویس، این ثواب داره، این صدقه است برای شما، جزو بریات برای شماست. ای بابا صدقه هم از همش اینی که پول داری تو صندوق کمیته امداد بنویسی، خب اون یک راهشه، اما صدقه شقوق مختلف داره، راه‌های مختلف، طرق مختلف داره، یه طریقش هم همین، بعد این کاغذ مال این میت رو بنویس، مال خواستگاری هم بنویس،
شما مرده کسید، مرده بفهم این ورقه دست شما، شما کسید میخوای بری خواستگاری کن این ورقه، اگه میخوای برین سوالاتو بپرس. میگه در خواستگاری چی رو دقت کنم؟ میگه آقا در خواستگاری دقت کن اینا که داریم میگیم از دل احادیث در آوردیم و از دل آیات، بعضنش هم براتون میخونیم. یک هم کوف بودن، کافا واو کوف بودن، کوف بودن رو اتفاقا مراجع هم تعریف کردن، آیت الله حضرت امام مقام معظم رهبری، آیت الله بهجت، مکارم شیرازی، گلپایگانی، صافی، همه اینا راجع به کوف تعریف دارن. خیلی جالب، در لغت کوف یعنی واو هست آخرش، به معنای شبیه و ماننده. در مسئله اصطلاح، اصطلاح عروسی و خواستگاری که قرار میگیریم، علما و مراجع اینجور تعریف کردن کوف بودن رو، میگن که دختر و پسر، خانوم و آقا بیش از 50% باید به یکدیگر شباهت داشته باشن. میگه این شباهت در چی باشه؟ میگه این شباهت در اعتقاداتشون، در امور مالیشون، در آداب و رسومشون، در اخلاقیاتشون، در تحصیلاتشون، در شغلشون، در سلامتی جسمیشون و امثال اینها که حالا خواهیم شد. این هم کوف بودنه، دقت بکنید. حالا ببینید، قال النبی صلی الله علیه وسلم، حدیثی از پیامبر گرامی اسلام، دقت بکنید، من سریع میخونم. انکحوا الاکفاء و انکحوا منهم و اختاروا لنطفکم. حضرت میفهمد زمینه ازدواج همکوفها را فراهم کنید. وقتی دیدید دو تا همکوف هستن، دیگه معطلش نکنید، برید سراغ این کار که اینها را یه جوری به هم برسونید. توی محله یه دختر خانم یا آقا پسری هم هست، شما میدونید دو تا به هم میخورن. حضرت میفهمد این کار رو انکهو، امر داره میکنه، این کار را انجام بدید، برای اینکه این خیلی فضیلت داره، خیلی بسیار فضیلتش زیاده، رساندن این دوتا به هم دیگه، زمینه ازدواج همکفها را فراهم کنید. بعد حضرت می فهمد و با همکف ازدواج کنید و آنان را برای به وجود آمدن فرزندان شایسته به عقد خود درآورید. یعنی سراغ دختر خانومی برید که در مرحله اولا و اول همکف شما باش، یا پدرانی که میخوان برن سراغ خانواده، اول باید تو خواستگاری این رو دقت بکنن. قبلش من میخوام بریم این دختر خانوم با این تحقیقاتی که ما کردیم همکف خانواده ما هست یا نه. اینجا یک تیکه رو من عرض میکنم، چون بحث ازدواج اینو عرض میکنیم، نه اینکه خودمون تاییدش بکنیم یا نکنیم یا هرچی، دقت بکنیم. کسی اینجا ممکنه سوال کنه آقا فلان خانم متدین نیست، بعد حجابه، یا اهل نماز نیست، حجابم داره اهل نماز نیست. عرض به خدمتتون که مثلا در معاشرت ها، روابط عمومی ها، خیلی چیزای شرعی هم دقت نمی کنن اینها و مسائل دیگه، خلاصه به اون صورت متدین نیستن. من میخوام اینجا به شما اینو عرض بکنم، بگم اگه یک فردی باشه که همکف خود این باشه، دقت بکنید خوب، ما در اسلام دستور به ما داده شده، حالا احادیثشو میخونیم، که سراغ آدم متدین، سراغ دختر خانوم بد حجاب نرود و با او ازدواج نکند، به دلایلی که بعدن عرض خواهیم کرد. اما یه دختر خانومی اینجوریه، سن ازدواجش هم رسیده، یا آقا پسری هم هست که اونم مقید نی، متدین هم نیست، مثل خود اینه، این دوتا چه اشکالی داره برن با هم دیگه ازدواج بکنن؟ چه اشکال داره برن ازدواج بکنن با هم دیگه؟ ولذا شما اگه ازت پرسن که آقا یکی سراغ نه زیاد متدین، بگو این خانم اینا اینجور بر تحقیقات کنم اینجوری، اینم چون خود پسرم همینطوره، دخترم همینطوره، برن ازدواج بکنن، از یک سری آلودگی ها و گناه ها و کثافات جامعه به کنار میان، بالاخره ازدواج بکنن، یه سری آلودگی هاشون به کنار میره دیگه، نمیره، این دوتا برن با هم ازدواج بکنن، نه اینکه دختر متدین با پسر غیر متدین، پسر متدین با دختر غیر متدین. همکف
هم کفر یه معنیش میتواند این باشه که آقا وقتی این با این میخونن، این دوتا برن همدیگر رو بگیرن با هم ازدواج بکن، اشکالی نداره ازدواج بکنن، برن ازدواج بکن. امام صادق علیه السلام، حالا ببینید کفو میخوایم اینیم تعریفش رو گفتیم، یکی دوتا حدیث هم میخوان الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار. حضرت دارد میفهمد که کف یعنی چی. وقتی ما میگیم هم کف ما باشه، حضرت میفهمد اون پسر یا دختری که دارای عفت همه جانبه است و زندگی در کنار او از هر نظر سهل و آسون هست. حالا میگیم اینا از چه نظر به چه صورتی، هم کف هم هم، یعنی اینجوری این عفیف هست، نجیب هست، مراعات یک سری مسئله شرعی رو نمی کنه. یه پسری هم از همین جوره به زندگی خودش پایبنده، دنبال هرزگی نمیره ولی مراعات یک مسئله نمی کنه. آقا برن این دوتا با هم ازدواج بکن، اینا برن با هم ازدواج بکن، متدینان با هم ازدواج بکنن. اتفاقا قرآن کریم نیومده راجبه اون قسمتی که ما الان توضیح دادیم صحبتی بکنه، البته صحبت هم کرده ها، نه اینکه حالا بگیم صحبت نکنه، به این نحو دیگری راجبه این قسمتش آیه 26 سوره مبارکه نور. ببینید چقدر قرآن قشنگ مطلب داره. من میخوام بگم اگه وارد بحثش داریم میشیم که موارد و مراحل خواستگاری، نگید از خودش داره در میاره ها، اینا رو رفتیم ما رو در آوردیم. دو تا کلمه و طیبات للطیبین، قسمتی از آیه 26 سوره مبارکه نور. یعنی چی؟ یعنی زنان پاک لایق مردان پاکن. نیایید خرابشون بکنین، زنان پاک دامن و عفیف و فلان رو بدین به یه مرد لاابالی، یا بالعکسش، همینجور بالعکسش که زیادتر هم دیده میشه. مثلا به طرف هم چی میگه؟ میگه که آقا این خانم یه خود حجابش مراد نمیکنه، نمازش هم یه در میون، دو در میون، سه در میون میخونه. همچی میکنه این جوون متدینه، میره درستش میکنه، درستش نکرد چی؟ وقت میدونین چه زندگی میشه؟ بچه‌ای که تو این خانواده متولد میشه، اون وقت ما که طرف مشاوره هستیم، بدبختانه یا خوشبختانه، وقت داریم اینها رو میبینیم، مرد داره میناله، میگه دو تا بچه از این خانم دارم، بچه‌هام هم هر دو دختر هستن، دخترام گوش به حرف مادره هستن، هیچ کدومم چادر سرشون نمیکنن، راحت. خب چیکارشون بکن؟ حالا درست نشود چی تو میگی درستش میکنه؟ بعدم بعضی از خانوم ها ممکنه درست بشن، درصد کمی هن، درصد بسیارشون تو خانواده پدر مادر تربیت شدن، عمری بوده اینجوری زندگی کرده، اصلا این نمیتونی شما اینو برش گردونی. مثل اینه که شما بگی آقا من یک گردو کاشتم مثلا برای درخت گردو، میخوام که یه درخت توت خوشمزهی در بیاد. خب نمیشه همچین چیزی. گردو گردو بار میاره، توت توت بار میاره، نهال هندوانه اون تخم هندوانه نهال هندوانه بار میاره، هیچ وقت نهال هندوانه که طالبی بار نمیاره که. این تو خانواده پدر مادرش بزرگ شده، شما میخوای بیایم همچی میکنه؟ آقا برو ما درستش میکنیم ایشالله. خب حالا اگه ماشالله شد و ایشالله رو گشتیم کنار، وقت تکلیف چی میشه؟ و درست نشد. همکف بودن مسئله اول در ازدواج. حالا ببینید گفتم مراجع هم حرف دارن ها. حضرت امام در تحریر الوسیله، ترجمه تحریر الوسیله جلد 3 صفحه 511، خیلی سریع میخونم، فقط گوش میکنید بعدن خواستید رجوع میکنید. ایشون میفهمند که ازدواج کردن با زن یا مرد عرب یا عجم، سید، عام، صاحبان خانواده های ارجمند با صاحبان شغل های پایین، مانند مثلا فلان کارگر شهرداری، نه تنها اشکالی ندارن بلکه اگر هم کف باشن پسندیده نیز هست. این تیکش البته من خودم شرح آوردم این وسط، این تیکه که گفتم نه تنها اشکال ندارن، این تیکه از من بود. بعد ادامه میدن ایشون، زیرا مسلمان کف و همتای مسلمان و مؤمن نیز چنین است. یعنی مسئله کفویت، همتا بودن باید مطرح بشه. اگر اون درست شد، حضرت امام میفهمند دیگه عرب باشه با عجم، سیاه باشه با سفید،
سید باشه با عام، اینها هم تولید مشکل چندان نخواهند کرد، کف اگه مطرح بشه. یعنی اینقدر کف مهمه که از یک نژاد دیگری، اونم از یک نژاد دیگری، ولی اینها دوتاییشون با هم همخوانی داشته باشن، از اون ور دنیا، از این ور دنیا بیان با هم دیگه زیر یک سقف زندگی کنن، میشود؟ بله میشود، ولی به شرطی که اولین مسئله در تحقیقات و خواستگاری، مسئله کف به خوبی مورد رعایت قرار بگیره، رعایت بشه. حالا آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون میفهمند منظور از کف کسی است که شرعاً و عرفاً تناسب با اون شخص داشته باشه، همون تعریفی که براتون کردیم. یعنی در این اموراتی که من برشمردم که حالا عرض میکنیم خدمتون، در این امورات این همکف این باشه، بخونه با هم، همتای این باشه. یه نفر شما رفتی انتخاب کردی، ببینی حتی میخوام بهت بگم حالا وقتی من شمردم مالی، تحصیلی، سنی، یه نفر فوق لیسانس، یه نفر سیکل داره، شما هم چی میکنی؟ خیلی دختر خوبیه، خب دختر خوبیه خانم، سیکل، آقا پسر فوق لیسانس داره، چند درصد به این زندگی شما امیدواری؟ حالا اینا رو عرض میکنیم، خب این نمیتونه کف این باشه، نمیتونه کف این باشه. حالا اگر چون هم رفته دانشگاه خونده، از صد تا یکی اینا آنچنان چیزی هم نفهمیدن تفلیاها، اون فقط خوندن برای مدرک، هر صد تایی مثلا چند تا حساب کن که خوندن مثلا یه چیزی متوجه شدن یا بشند اینا، که ما حکم اینا صدا میکنیم تو همون رشتهشون مثلا سوال میکنیم، صد تا یکیشون نمیتونه جواب بده. لکن حالا خوندن، همین که رفته خونده، شما نه یا اینو به زور میخوای بیای کنار هم قرار بدی چون مثلا جوان خوبی است، دختر خانم خوبی است، فلان نه، خب نمیشه. این لا به قول طلبه ها گفته این لایت چسبک هست، نمیگیره این قضیه، بعدها تولید مشکل میکنه. این کف، هم کف بودن. حالا در همین همکف بودن و امورات دیگه که حالا میخواییم بشماریم، یعنی چی؟ یعنی گفتیم از نظر آداب و رسوم، از نظر اخلاق، از نظر امور مالی، از نظر فلان فلان که اول شمردیم برای شما. شما میرید در تحقیق، بعضی از ما چه خیانت هایی که واقعا مرتکب میشیم و حالیمون نیست، اومدن از آقای ایکس سوال میکنن که ما یه دختر خانومیه فلان جا حکم مثلا دیدیم تو فلان محل، می‌خواستیم ببینیم که شما ایشونو می‌شناسی؟ میگه بله من ایشونو می‌شناسم. میگه مثلا ایشون مشکلی نداره، مسئله‌ای نداره، حجابش، خانواده‌اش، رفت و آمدش، مثلا برخوردش با نامحرم، اینها به چه صورته؟ این یه چیزایی میدونه ها، همش میکنه خوبه، انشالله که خوبه، خیر است، میرن نابرخط خانواده‌ها درست میشن. بعد یکی میاد بهش میگه که آقا من ایستاده بودم شما همچین چیزی به این خانواده گفتی، چرا نگفتی که چه این مثلا یک معایبی هم داره؟ میگه غیبت حرامه، غیبت حرامه، نباید غیبت که پشت سر مردم آبرو مردم برد، درسته؟ من میگه چه میدونه خب. بالعکسش اومدن راجع به یک پسری تحقیقات میکنن، آقا شما یه آقا پسر میشناسی؟ بله. میخوام ببینم اینا هم کفر همن یا نه. حالا میگه آقا این آقا پسری میشناسی؟ میگه بله. چطور مگه؟ میگه که میخوایم برای این بریم براش یه خانومی، میخوان اونجا بیان، اومدن خواستگاری خانومی، میخوام ببینیم آقا پسر چطوره، اگه چیزی ازش میدونی بگو. نه من چیزی نیست، من خوبه، پسر خوبیه انشالله، با امید خدا انشالله که خیر است. بعد بهش میگن آقا چرا مثلا این سیگاری بود شما به اینا نگفتی سیگاریه؟ میگه درست نیست آدم عیب مردمو فاش بکنه. میگه چرا مثلا میدونی که این با رفیقاش جمعه ها میرن کو توچال و کلکچال و پس قله و نام کجا که میرن و کجا که میرن، این با چند تا از این دختر مخترام راه میافتن میرن، اینا چرا برای این نگفتی؟ میگه نه با جوونن، جوونی دارن میگه میخواد زن بگیره، کار خیر ان شاءالله، میرا جلو آدم خوب نی اینا رو بگه، خدا ستار العیوب. بسیار دقت بکنی، جواز غیبت، جواز غیبت کردن برای افرادی که میخواهند ازدواج کنند و معایبی دارند که باید آن معایب برای طرف مقابل روشن شود،
البته یه چیزی رو زیرش خط میکشیم تو ذهنمون و توی نوشته هامون که مینویسیم، فقط همون معایب که برای ازدواج، فقط حق نداری عیب دیگری رو عنوان بکنی. شهید ثانی در بهار جلد 75 صفحه 231 و 234 علامه مجلسی رحمت الله علیه از قول شهید ثانی 10 مورد جواز غیبت کردن آورده. 10 مورد. مورد چهارمش بیان میکنه، میگه اونجای غیبت کردن جایز است که بر حذر داشتن مسلمان از افتادن در ورطه خطر و در ورطه بدی و راهنمایی کردن مشورت کننده. بعد مثال میزنه، مثلا دقت کنید، اگر کسی در زمینه ازدواج با تو مشورت کرد، عیبی را که مثلا به کار مشارکت یا مضاربه یا سفر لطمه میزند نگویی. یعنی یه نفر اومده با تو مشورت میکنه در زمین ازدواج، میگه آقا ما این جوان اومده خواستگاری دخترمون، این ما میخواییم داماد ما بشه، اگه معایبی داره در این زمینه بگو. ایشون میگه حق نداریم معایب مشارکت یا مضاربه یا 4 تا چکش که برگشته بوده اینها رو بیاری به این بگی. میگه بلکه در هر امری عیب مربوط به همان موضوع را بیان کنی و از آن فراتر نروی و قصدت راهنمایی مشورت کننده باشد، نه بدگویی از طرف. اگر بدانی که مشورت کننده به صرف این که بگویی این ازدواج به صلاح تو نیست از آن ازدواج دست می کشد، در همین حد واجب است که بهش بگی. بگی آقا من یه چیزایی می دونم، این ازدواج به صلاح شما نیست، نمیخوام بگم. میگه در همین حد واجبه که بگی. و اگر بدانی که فقط در صورتی از ازدواج صرف نظر می کند که عیب طرف را تصریح کنی. یعنی چی؟ یعنی بازش بکنی، شهر بدی عیبی که به ازدواج برخورد میکنه ها. شهید ثانی میفهمد حق داری این کار را بکنی، یعنی براش عیب رو باز کنی. آقا ایشون راستش جوان خوبیه، نماز میخونه، روزه میگیره، اما میره با بعضی دخترها کوه هم میرود، سیگار هم میکشد، یه وقتایی من دیدم میره از این حیوانات میخره میاره، 2-3 تا کفتر هم هوا میکند. عرض به خدمتتون که هرچند بهش میگم برو سر کار، الان مثلا ایشون 20 سالشه نزدیک 42 تا شغل هم عوض کرده تا حالا. راجع به ازدواجش اینا باش دخیل دیگه. آخه کسی که میخواد ازدواج کنه باید آدم ببینیم آخه این کاری هست، تو یه کار بند میشه، وامیسه، بلند پرواز نی، هر رو دنبال یه بساطی نیست، رفیق باز نی، کفتر باز نی. آگه اصلا اینا رو بگیم، ممکنه خانواده بگه اتفاقا این من که پدر زن این خانم اومده این خواستگاری ما، من خودم هم کفتر دارم، خدا پدرش رو بزه دماد خوبیه، میاد کمک ما میکنه، کفترها رو با هم هوا میکنیم. خب چه بهتر، چه بهتر، این هم کف هم خوبه. میگه آقا این خدا پدرش میوازه روزی چند تا سیگار میکشه، میگه روزی 2-3 تا این جوان سیگار میکشه، میگه ما روزی یه پاکت میکشیم، یه با هم 2-3 تاشم با هم میکشیم، چه اشکال داره؟ بد نی؟ شاید هم ما یه چیز دیگه هم گذاشتیم اومد یه چیز دیگه با هم کشیدیم. بفرما به 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 این هم کفه، هم کف یعنی همین به هم میخورن. یاخته دید اینجوریه. البته جایی که دختر خانم اهل این کار نباشه باید دختر خانم رو هوشیار کرد که آقا پدرت با دوماد گاب بندی کردن، یه بسته سیگارش هم انداخته، از حالا کل دوماده که تو 3 تا میکشی 17 تا اضافه تر بخر برای ما بیار که بکشیم ازش دختر ما رو برده برو، که این کار هم هست، زیاد هستا. باید دختر خانم رو هوشیار کرد که این دوتا با هم دیگه گاب بندی کردن، سر تو رو دارن کلا میذارن. درست؟ اینجا مرحوم شهید ثانی میگه اگه تصریح هم باید بکنی، غیر تصریح راه دیگه نداری، بشین عیباشو بشمر. آقا این عیب شمردن غیبته؟ خیر. میگه اینجا غیبت هست اما جواز غیبت داده شده، غیبت حرام نیست، غیبت حلاله. حال باز ما خودمون وقت حکم در میاریم، بهمون میان از ما میپرسن، دوتا خانواده رو بدبخت میکنیم، بیچاره میکنیم، بعدم میشینیم میگیم که آقا میزنیم تو سر خودمون، عجب کاری کرد ما. اصلا دیگه دفعه دیگه ما تو ازدواج کسی دخالت نمیکنیم. نه آقا دخالت بکن، درست دخالت بکن، درست دخالت بکن. این هم کف بودن به صورت مطلق. خب
اما دومین مطلب در خواستگاری هم کفر بودن از نظر مالی است. یعنی چی؟ یعنی دو خانواده از نظر مالی یا باید مساوی باشند، دقت بکنید، یا اگر خانواده ای برتر یا پایین تر باشه، این برتری و پایین تری از نظر مالی به قدری باشد که بعدها مشکل ساز نشود. خانومی که توی خونه بزرگ شده، یه اتاق 12 متری بوده، همشون سرشون رو یکی اینوری میذاشته پاشو اینوری دراز میکرده، اون یکی سرشون اونوری میذاشته پاشو اینوری دراز میکرده، شب اینجوری توی این اتاق خوابیدن، این رنج مستعجری رو اینا هموار شده. یه آقا پسری از اون ور شهر آمده خواستگاری، این دختر خانم خواسته، اینو داره بر میداره ببره یه جایی که خونه‌ای که 12 تا اتاق داره، این آنن نابود میشه این خانم، اون زندگی رو هم نابود میکنه. حالا شما میگی ما استثناء پیدا کردیم، اصلا جمله منو یادگاری داشته باشین، ما خلقتی داریم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی که یک چیزی داریم به نام استثناءات عالم خلقت. استثناءات عالم خلقت بذار کنار، استثناءات عالم خلقت بذار کنار، ما وقتی کلی بحث میکنیم منهای استثناءاتش، اونا استثناست بذار کنار. این خانوم هم زندگی خودش نابود میشه، هم زندگی اون آقا پسر رو نابود میکنه، هم دوتا خانواده رو میرزه به هم دیگه. این ازدواج درست نیست. بله مگه ما بریم بیابیم ببینیم این دختر خانوم از اون استثناءات، یعنی یک ظرفیت عجیبی داره، دوباره اگه بره تو این خونه که 12 اتاق داره، بعد از 3 ماه دیگه برش میگردونن تو این اتاق، تو همین اتاق همون جوری دوباره میشینه چایشو میخوره میخوابه فلان اینا زندگیشو میکنه، که انگار نه انگار هیچ اتفاقی افتاده، یعنی انگار همون 10 سال پیش که خونه باباش بوده همین جوره، نه اینکه تا رفت اونجا هنوز یه روز اونجا نبوده، به همه که چی میکنه اوه چه بویی میاد تو این خونه، بابا تو 20 سال تو این خونه خوابیدی، غذا خوردی، قربونه تو، آخه نکن این کارا، چه بویی میاد تو این خونه، بابا چه مامان این چه زندگی درست کردین، بریزین این آشغالا رو دور، فرش این چی فرشه چی نخنما شده، بریزین، با این ظرفیت نداره بابا، این باید همکف باشه، همکفش از نظر مالی این نمیخونه، خب این خطرناکه، خودش هم داغومش. از اینا ما داشتیم، اومده رفته اصلا دختر خانم نمیدونه که مثلا کجا مانتو سرای چیزها، فقط یه چیزی از تلویزیون به گوشش خورده، این برای اینکه این عقده های حقارت خودش تو این زندگی بتونه جبران کنه به شوهر هم چی میکنه، مرا ببر فلان مانتو سرا، شوهر بهش هم چی میکنه، کجا هم میگه من نمیدونم، برو ببین کجاست، من میخوام برم اونجا خرید کنم. اینه، این خطرناک، اینو داشته باشیم تا اینجا. یک جلسه دیگه ما پیرامون این مراحل خواستگاری و همکف بودن در ابعاد دیگر صحبت خواهیم داشت که خیلی مهمه، خیلی مهمه برای پدرها و مادرها، مخصوصا مهمتره. انشالله اون صحبت هم تقدیم خواهیم کرد خدمتون اون بحثو. تا اون جلسه همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم السلام. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.